با عرض سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم هر جا که هستین سعی و سلامت باشیم. با این ویدیو جدید خدمت شما هستم از مبحث فارکس. در این ویدیو من میخوام یک استراتژی که خیلی کاربردیه برای کسایی که موجودی حساب پایینی دارن، مخصوصا فوق‌العاده است و خیلی راحت شما میتونید باهاش روزی 50-60 پیپ پروفیت کسب بکنید. ما احتیاج داریم که اگه تو این سیستم قرار کار بکنین تعداد معاملات زیادی رو بگیرین، مونده معاملاتتون کوچیک کوچیکه و سوداش هم کوچیک کوچیکه، ولی مثلا دارم میگم روزی 10 تا 15 تا معامله میگیرین، 10 تا 15 تا 5 پیپ 10 پیپ میشه روزی 50 تا 60 پیپ حتی بیشتر. ولی برای قبل از شروع به توضیحات بیشتر ازتون خواهش میکنم کلمه به کلمه توضیحاتی که در آینده میخوام بدم و به خاطر بسپارین، واف به واف این اونا رو انجام بدین. اگه چیزی رو از قلم بندارین یا چیزی رو اونطوری که من گفتم انجام ندین نتیجه مثبت نخواهید گرفت. برای این استراتژی در وهله اول باید برین سراغ جفت ارزایی که اسپرد کم دارن، یعنی فاصله بین مبلغ خرید و مبلغ فروششون کمه. منظورم اینه که وقتی شما معامله رو ببخشید وقتی وارد معامله شدین سیستم از شما کمیسیون زیاد کم نکنه همون لحظه. میگم برای اینکه تو این استراتژی سود هر ترید خیلی محدوده. اگه شما مثلا یه جفت ارز پیچیده ای مثل مثلا ین ژاپن به دلار نیوزیلند رو بردارین، یهو یه معامله مثلا 1/10 پی پی بردارین تا معامله رو باز کردین سیستم ازتون 6 دلار کم بکنه، اونو نمیتونین جبران کنین. برای اینکه مثلا دارم میگم نهایتا شما سر هر معامله شاید تو این سیستم با اون اعدادی که گفتم مثلا قرار 10 دلار 12 دلار سود بکنین، همون اول بسم الله سیستم 6 دلار ازتون کم بکنه، شما نمیتونین آخر روز سود قابل توجهی داشته باشین. برین سراغ جفت ارزایی که اسپرد پایین دارن و ارزای مطمئن تری هن. مثل دلار آمریکا و یورو، مثل دلار آمریکا به ین ژاپن. الان اینجا ما توی چارتی که می‌بینین دلار آمریکا به ین ژاپن هستیم. بعد این سیستم فقط تو تایم فریم M1 جواب میده. همونطوری که می‌بینین من اینجا یو اس دی جی پی وای M1 هستم و برای این استراتژی شما به اندیکاتور استوکاستیک داریم. همین که این پایین می‌بینین اندیکاتور استوکاستیک تنظیماتش الان بهتون میگم. یه طوری تنظیم میکنید که حساسیت این اندیکاتور بیشتر بشه و فقط تو این استراتژی شما احتیاج به همین اندیکاتور استوکاستیک. خب حالا اصلا اجازه بدیم اول استوکاستیک همو ببندم، کلیک راست بکنیم قسمت اندیکاتور. من اینجا استوکاستیک دارم، این استوکاستیک همو اصلا یه بار دیلیت کنم. خب الان استوکاستیک رفته، الان دوباره میخوام استوکاستیک همو بیارم اینجا نصب کنم. از اول با هم دیگه میریم که شما هم متوجه بشین به چه صورته. کلیک راست میکنین این بالا ایندیکیترز میایین میگردین دنبال استوکاستیک. استوکاستیک جزء دسته اوسیلاتور هست اگه اشتباه نکنم اینجا. خب میریم تو ستینگش قسمت دیتا، متد ام ایش رو همون سیمپل بذاریم باشه، منتها حساسیتش رو میذاریم 1-2-2. این خیلی مهمه، 1-2-2. اوکی خب این کلوز کنیم. این استوکاستیک که ما الان نصب شد، ولی ما یه کار اضافه تر هم میخواییم انجام بدیم. این باندهای بالا پایین رو میبرین بالایی رو روی 90 میذارین، پایینی رو روی 10 میذارین. خب الان ما هرچی لازم داریم برای این استراتژی مهیا. بعد یه چیزی بگم، شما احتیاجی به این مووینگ اوریج ندارین. بذارید من اینا رو پاک کنم این موقع دچار اشتباه نشین. مووینگ اوریجمون هم حالا فقط پاک کنم. شما چیزی که احتیاج دارین فقط همینه، یه استوکاستیک با تنظیمات 1-2-2، تایم فریم M1 و یه چارتی که اسپرد پایین داشته باشه. این تمام چیزیه که احتیاج داریم. حالا اینا بگم رنگای اینا رو میتونین توی ستینگش عوض بکنین. حالا
بعدا خودتون با سلیقه خودتون هر جور دوست داشتین برای خودتون انجام بدین. ببینین ما برامون این نقاط مهمه، جاهایی که نمودار ما میاد باندای بالا یا پایین رو قطع میکنه. ببینیم این جا برای ما خیلی مهمه. ببینیم الان اگه متوجه شده باشین، فکر کنم دیگه تقریبا متوجه شده که من دنبال چی هستم. ببینین واسه اینکه حالا بهتر متوجه بشین، اجازه بدین من خط عمودیمو بیارم. اول از اینجا شروع میکنیم. ببینین این وقتی باند پایین رو رد کرد میخواد که صعودی بشه، یعنی شما میایین پس اینجا اوردر بای میدین، اینجا باید بای انجام میدادین تا کجا؟ تا اینکه این به محدوده بالش برسه. حالا این از اینجا شما شروع میکنید تا اینجا. خب مجددا کجا باید میگرفتین؟ اینجا. اینجا اگه میگرفتین تا اینجا ببینین دوباره مجددا از اینجا به بعد باید میبرین تا کجا؟ تا اینجا. دوباره کجا؟ اینجا. نقطه بنفشه رو دارم نگشون میدم. بعد کجا؟ اینجا. اینجا اگه میگرفتیم باید تا کجا میومدین؟ تا این طرف ها. تا این طرف ها. بعدش هم کجاست؟ اینجا هفا. ببینیم. اینا رو باید میگرفتیم. خب. حالا. ما توی این مدل معامله استاپلاس و تیک پروفیت نمیذاریم. شما فقط وارد معامله میشین، استاپلاس رو تو ذهنتون نگه میداریم. اگه شما اینجا وارد معامله میشدین همینجایی که اینو قشنگرش رو بیده کنیم، اینجا همین نقطه بنفش بالا، یعنی اینجا شما اگه این تو این نقطه وارد معامله میشدین، اگه همه چی خوب پیش میرفت که خب در مسیری که شما سل انجام داده بودید اینجاش میومد پایین، ولی اگه اون چیزی که شما میخواستین نمیشد، اولین کندل، دومین کندل اشتباه بود، دو کندل دوم شما خودتون باید ترید رو میبستین، ولی تا وقتی که این اتفاق نیفتاده شما ترید رو نمیبندین، یعنی اینجا داره بازی میکنه. این بازی مهم نیست، مهم اینه که در خلاف جهت شما دو تا کندل بده بالا. متوجه اینجا شما احتمالاً با همین کندل اولیه سبز کوچولو یا قرمز کوچولو بعد دوباره ترید می‌شدین، و علاوه بر این که این کندل سبز دوم اومد این هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه پایین‌تر از محدوده ما بوده. ولی اگه دو تا کندل به این صورت بالاتر از فروش ما میومد، ما باید از معامله خارج می‌شدیم. تو همه اینا به همین صورت، یعنی شما اینجا هم نقطه بنفش بعدی، شما اگه اینجا هم وارد ترید می شدیم، درسته سود ناچیزی داره از اینجا تا اینجا، بانک شما اینجا می بستین دیگه، اینجا رسیده به باند بالا، شما این یه تیکر رو باید می گرفتین، یه تیکر می شده دقیقا از اینجا تا اینجا. خب ولی شما اینجا وارد ترید شدین، وقتی اولین کندل خلاف جهت، دومین کندل در جهت مخالف من ترید ما منظورمه، تو کندل دوم مخالف شما باید از معامله خارج بشین، وگرنه براتون خطرناک میشه. این مدل ترید برای کسای خوبه که وقت زیاد دارن، میتونن پای سیستم بشینن و حوصله‌اش هم دارن که بخوان معاملات اینجوری کوچیک 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 با سودهای کوچیک کوچیک بگیرن، و از اون مهمتر برای کسای خوبه که موجودی حساب پایینی دارن. مثلا شما 100 دلار میان حسابتون رو شارژ میکنین با لورج 1:100 میشین 10000 دلار، اجازه کنترل پول دارین با 10000 دلارتون، باید بیاین 1 دهم لات این معاملات رو بهش وارد بشین، و توی فقط هم تو تایم فریم M1 جواب میده. حالا بریم یه بخش دیگه از این معامله رو نگاه کنیم. ببینید اینجا
اینجا هم ما کلی نوسان داریم. خب ببینین مجددا ما کجاها باید وارد می‌شدیم. الان اصلا این نمودار بالا رو کار نریم، نگاه نکنید. این قسمت پایین استوکاستیک، ما اینجا باید وارد می‌شدیم. بدون اینکه من چارت بالا رو نگاه کنم، قسمتایی که ما باید وارد می‌شدیم این قسمت ها بوده. خب حالا اجازه بدید من خط عمودی اون بیارم. خودتون قضاوت کنین که ما چقدر میتونستیم سود کنیم. اولین نقطه اینجا باید بای انجام میدادین به سمت بالا، اینکه درست بود. نقطه بعدی کجا بوده؟ اینجا باید سل انجام میدادین، باز هم به مقدار کوچیک ولی سودآور بوده. نقطه بعدی کجا بوده؟ اینجا بای باید انجام میدادین. نقاط پایین تو استوکاستیک رو دقت دارین دیگه، میبینین اینجا هم 3 تا کندل خوشگل ما گرفتیم. نقطه بعدی کجا بوده؟ این بنفشه اینجا همونطوری که میبینین بازم یه کوچولو سود کردیم، یعنی همه اینا تا الان فعلا ضرر نشه، راست سود بوده. بعدی اینجا بوده، همونطوری که میبینین این بعدیه به اینجا نمیرسه، یعنی انتهای استوکاستیکش ارزم به حضور شما باند بالا رو قطع نمی کنه، یعنی شما اینجا از معامله نباید خارج می شدیم. این برگشتش هم من گفتم دو تا کندل منفی از جایی که ما ورود کردیم، یعنی باید این اولی اومد، دومی اگه رسیده بود اینجا باید خارج می شدیم. دومی به اونجا نرسید. دومی کجا رسید؟ رسید به نقطه فروش دوم. نقطه فروش دوم نقطه خرید دوم. نقطه خرید دوم بالاتر از نقطه خرید اول، پس ما هنوز اون نقطه خرید اول حفظ می کنیم. خب یعنی در اینجا هنوز این پوزیشنی که اینجا گرفتیم حفظ میکنیم، برای اینکه تو تیررس ماست. و دیدین شما به خیلی راحت حداقلش تا اینجا رو باید میگرفتین، نزدیک باند شده، ولی خب مجبورم اینجا خارج میشم. شما میتونید اینجا خارج نشین مجددا، برای اینکه همین داستان رو داره. نقطه خروج شما در واقعیت اگه قرار بود طبق استراتژی من پیش برید میشد این خط بنفشه اینجا، یعنی شما باید تا این حوالی رو میگرفتین. کجا وارد شده بودین؟ اینجا. حالا مجددا ما اینجا فروش داشتیم، اینجا دوباره باز خرید داشتیم، نقطه بنفش اینجا. از اینجا شما باید می اومدین تا این محدودا، همینطور ادامه بدین. ببینین نقطه خرید بعدیمون کجا بوده؟ اینجا. اگه اینجا وارد می شدیم باید تا این طرف ها رو می گرفتیم. قلهش اندازه قله این بوده، نتونه سرعت کنه. اینجا به باند بالا رسیدیم، از اینجا معامله خارج می شدیم. فروش شما هم می تونستین اینجا یه فروش بزنین، اینجا تا اینجا رو بعد می گرفتیم. مجددا اینجا باید خرید می‌زدین، همونطوری که می‌بینین اینو باید می‌گرفتین و یک معامله خیلی شیرین هم اینجا داشتین. اینجا اگه فروش می‌زدین باید می‌اومدین تا این حوالی پایینو می‌گرفتین، تا این طرفا دقیقاً اگه پایین بدونین تا اینجا بنفش دومیه. خب یعنی تو همین یه تیکه کلاً توجه بکنین، صحبتی که دارم می‌کنم راجع به چند دقیقه دارم صحبت می‌کنم. اینجا ساعت 8 صبح، تا این محدوده اینجا ساعت شده حدوداً 11. از اینجا تا اینجا عرضم به حضور شما که 3 ساعت طول کشیده، ولی تو همین 3 ساعت هم سرانگشتی ما داشتیم با هم دیگه حساب میکردیم، شما یه چیزی نزدیک 30 پیپ باید سود میگرفتین. این استراتژی خیلی خیلی خوبیه، اما توجه بکنین فارکس یک علمه، یک هنره. من میدونم دارم چی رو میبینم. شماها فعلا دارین، اگه جسارت نباشه ولی اگه تازه کار هستین، دارین چیزایی که من بهتون نشون میدم و میبینین. این مهمش اینجاست، شما الان استراتژی من یاد گرفتین، رو چارتی که خودتون میبینین باز میکنین بتونین اینا رو پیدا کنین و ببینین. اون ذهنتون باید عادت بکنه به اینکه چطوری بتونین چارت رو ببینید و تو دلش معاملات رو استخراج بکنید. احتیاج به تمرین زیاد داره، احتیاج به این داره که کسی اگه یک آدم حرفه‌ای پیشتون باشه دستتون رو بگیره راهنماییتون کنه، خیلی زودتر موفق میشین با ضرر کمتر. و اینکه اگه بخواید با ما معامله بکنین هم میتونین پکیج‌های آموزشی منو تهیه بکنین، به من پیغام بدین براتون ارسال میشه. در پکیج های آموزشی ما علاوه بر اینکه دیویدیو آموزشی به خدمت شما تقدیم میشه،
شما به صورت آنلاین هم با ما در تماس هستین، دوره های آنلاین ما رو هم میگذرونین و حداقلش هم 3 ماه با شخص بنده شما ترید میکنین، یعنی تمام چیزهایی که یاد گرفتین و دیدین و همراه با من در دنیای واقعی با پول واقعی معامله انجام میدین. به غیر از این اگر دوست داشتین میتونین اشتراک سیگنال های معاملاتی من رو تهیه بکنین، میتونین به صورت ماهانه مشترک بشین، همزمان با من وارد ترید میشین، من سیگنال هایی که خودم وارد ترید میشم و همزمان برای همتون شیر میکنم و شما میتونید پاپای من پیش بیاین و از سیگنال های من استفاده کنین. حداقل هفته 2 تا 3 تا سیگنال خیلی قوی ما داریم و من خیلی وقت بود ویدیو نداشته بودم، ولی سعی میکنیم از این به بعد حداقل هفته یه ویدیو این مدلی داشته باشیم برای دوستانی که تازه واردن، دوستانی که موجودی حسابشون پایینه، اونها هم بتونن توی این بازار اندازه موجودی خودشون حداقل به نسبت موجودی خودشون بهره‌مند بشن، سود بکنن. ما خوشحال میشیم که ایرانی‌ها در سراسر دنیا موفق باشن، بتونن سود بکنن. شما هر چقدر سود بکنیم جای من تنگ نمیشه، عجیب من نمیره، من نه بروکرم نه حساب بانکی من دچار مشکل میشه. من خوشحال میشم که همتون موفق باشین. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. تا ویدیوی بعدی همتون رو خدا بزرگ میسپارم.